جور صحتمند سرحال باشین، هر کجا دنیا باشین خوش آرام باشین. ما در خانه از ظروف‌های مختلف استفاده میکنیم، پلاستیکی، آینی، شیشه‌ای و همچنان میسی، که میسی کاربردش در این وقتا خیلی کم است. در بساطا که عزت یک مهمان هم میکنن، قدرش هم میکنن، باز از همین ظروف میسی، جک میسی، گلاساش، کاساش، همسال از این بود استفاده میکردن، باز میمان هم میگه دیگه قدر میکردن، زیاد کاربرد داشت. اما بعد از اینکه ظرفای پلاستیکی آمد، شیشه‌ای آمد، کاربرد مس خیلی کم شده و استفاده هم نمیکنن. اگه استفاده هم کنن فقط به عنوان یک چیز که تزیینی باشه و یک چیز قدیمی باشه استفاده میکنن. ما آمدیم که یاد و خاطرات سابق کم تازه کنم، ببینم که عالم جور میکنن ظروف مستی یا نه، یا تنها دم سابق بود، تنها به عنوان دیگه محمد و دیزاین استفاده میشه. اگر شما در موزیوم ویلیام رفته باشین، دیده باشین، خیلی ظروف هست که خیلی ظروف هستن که از مس ساخته شده و بسیار یک دیزاین مقبول و یک شکلای مقبول براش داده بودن. حتما دیگه کسایی که در قدیم بودن، در سابق زندگی میکردن، خیلی آشناییشان زیاد است به ظروف مسی. آمدم که یک گزارش آماده کنم، امرایتان تا آخر خواهم. یکی از سابقه دارتری دکاندارا را با خود دارم که خیلی وقت میشه که مصرف صنعت مزگری است. ببینیم که از کارشان راضی هستن یا نه، یا دل زده شدن، یک قدر وقت کار کردن بیا حالا دکانه نشین میشم یا تقاعد میکنم یا دیگه فرزندانشان هم شاید مصرف هم کسب کار باشه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ سیاد خوب هست. بخیر. چیال داری؟ خوب هستی؟ بنده خدا شکر. یک معرفی کوتاه داشته باشی؟ مهربانی. نام گل محمد است، مزگر هستم دیگه. خسته نباشین دیگه، خیلی ماندام شده باشین. والا خوی تقریبا دیگه کار دو نفر سه نفر است، خب حال شاگرد و قدر نمی باشه، نیست دیگه کارم نیست که مقصد به تنهایی خود میکنم کارا. ماشاءالله دیگه خودتان عموت جوان هستین، کار چند نفر هم امیال انجام دادن میتونین. امیال دیگه هم بچه های جوان که هستن، از حال که هستن هم یک دو کار که انجام بتن دیگه خلاص مانده میشن، یک هفته دیگه در جایی مفتن. بله مقصد ایدیک هست، دیگ میسیست، ای را به ترمیم کردن گرفتیم. مقصد ای را تقریبا 45 سال یا 40 سال پیش هم ای را خودم ساخته باشتم یا خلیفه ایم ساخته یا دوستای ما ساخته. خب مقصد ما امی دیگه را می ساختیم و مثلا مزگری وقت بسیار پرجوش بود، مردم ما آرام بود، مردم ما کلش از ظروف میسی کار می گرفت. مثلا در فامیل، در اطراف خوبیخی مثلا اولوس بود، در اطراف مثلا میدان، مزار، همیش شمالی شکردره، گلدره، مثلا میدانشار، هر منطقهش، مثلا لوگر، پکتیا، خوست، جلال آباد، قندار، هرات، همی هر جایش که بود یا کلشان همو اولوسی از و اطرافشان اولوسیشان از ظروف میسی کار میگرفت. مثلا 4 تا 5 تا یا 20 تا نظر بمو قوم، نظر بمو اولوس یا داشتن ظروف میسی. و باز وقت سابق که بود غوری های میسی بود که مثلا ده غوری نام خدا او را پر میکرد با سه نفر میشیستن کلان کلان دیگه. غوری های میسی کلان کلان مثلا برای سه نفر نان میداخت، باز میشیستن اونجا قلندری نان میخوردن و بسیار یک پربرکت، بسیار یک چیز دیگه. اونو ظرف میسی که بود او کلش اولوس بود، اولوس پیسه جمع میکردن اونمو دیگه. مثلا دیگ میسی بود، کاسه بود، غوری بود، چلوساف، افتالگن، تمام چیز میسی بود. حتی در خانه ما شما 50 سال پیش 40 سال پیش هم کل از ظروف میسی کار میگرفتیم.
و میمان خوبم که میامدن بازم ایزو خوب خوب ظرفای مسیر برشان میاردن. باز اگر باز دست دیگه ظرفا برشان میاردن باز میقدرمونه شو امومس دمشک است. اگر دمش دیگم پخته کنی تامش خوبش میاد. اگر بخوری هم مزه میده. اما تمام چیزش مزه دار است و یک بسیار یک چیز خوبش است. شما هم در خانه تان از این ظروف میسی استفاده میکنی یا نه دیگر ظرفای شیشه ایست پلاستیکی است دیگرش. اما یک روز سیاسه رو من گفتم حسن بیا که من چیزی که کارت نیه همین کار میگیری کلش هم میسی کنم. گفت نه چطور شد چی کار شد مقصد بعضی چیزا میسی هست بعضی چیز نیستن. و در سابق مثلا دولت ظاهرخان، دولت داودخان، دولت نجیب و کارمل و مثلا اینمی ها که بود و بهترین اردو داشتیم ما و شما اردوی ما و شما کلش از همین ظروف میسی کار میکرد. مثلا یک فرقه بودی 100 دانه 500 دانه دیگه میسی داشت بازی در توله خود در خند در کندک دیگار توزیع میکرد. باز هر کدامش آشپزخانه بود آشپزخانه عسکری که مدر آمدی کل تامش میسی بود کاسه میسی بود چایجوش میسی بود قروانه میسی بود گلاس میسی بود و جک میسی بود دیگه همی برنجا که تر میکنه تشت میسی بود چلو صاف برنجا که صاف میکنه چلو صاف میسی دیگه میسی حتی کفگیریشان هم میسی بود دیگه اینا باز خدا یاره همین روز به روز به مرور زمان که تغییر کرد نه تغییر کرد رفت اون مثل پس کردن هرمونی آوردن خب باز فرق هرمونی با همین مثل چی هست؟ مثلا هرمونی هست مثلا یک دیگه هرمونی را اولوسی میخرن او را کار میگرن 5 سال 6 سال 10 سال این حال دمو درمونی هم که مثلا فکرشان میره او میمانه او میمانه یا مثلا دمو او مندازن یا یک روز دو روز میمانه با درمونی ها که هست یک رقم خاکستر از مغز پتوق پتوق میبره و زنگ میزنش مثلا با مرور زمان خراب میشه باز سعی کنی با مرور زمان بازو در 5 سال 6 سال از بین میره. یک دیگه میسی تقریبا 60 سال 50 سال 100 سال کار میته باز او که کار گرفتن مثلا او دیک یک ذره کونش نازک میشه باز پس مزگرا بود ایرا میبریدیم دیگه برش مس منداختیم پس هم او دیک باز هم 60-70 سال کار میداد. مثلا یک دیگه میسی که صحیح با دبل باشه چیز باشه اما با اولوسی تقریبا 100 سال 120 سال کار میته. این حال مثلا یک آدم میره مس میخره والا مس قیمت است خو مقصد او وقت پیسه کم بود پر ارزش بود مثلا برکت بهترین برکت بود. برکت خود چی میگه که برکت دو وقت میگم یک روپه هم یک قرآن که بوده خیلی چیزا میشد اما حالا دیگه هیچ میارزش نداره یک روپه خونه یک از روپه کس نداره در جیب یک صدیره میگیری تا کجا میرفتی کنه میده میکدن. مثلا مس بهترین چیز است. باز ما از مس بس افغانستان بسیار تاریخ طولانی داره ولی من معلومات دارم ولی اتو معلومات دارم که شنیدیم که تا یک پادشاه افغانستان مسگر بود که در کدام وقت بود یا در حکومت دیگه نمیفهم که کدام حکومت بود پادشاه ما و شما مسگر بود. باز غیر از این که خود حضرت داوود علیه السلام پیغمبر ما و شما که مثلا او پیغمبر در اون روز زمان که پیغمبر بود ما و شما قبول داریم او را و مزگر بود آهنگر بود مزگر بود و خود دیگه این کسب ما بسیار کسب گرنگ است کسب قدیمی است کسب بسیار دیگه مقصد بسیار کسب سوچ است. از این بگوین کمی وقتی که شما چکش میزنید چرا می خال خال میشه مثل دیگه ایدیس همو دیگه بگیم مثل از اونمو دید چرا همو تلاشم نمه این چکش میتین خال خال شکل این حاله گلگل میشه خب میتونیم که ما همو را قطع چکش چوبی صاف کنیم میشه ولی نمی چکش آینی که هست مثلا نمی دیگ زیر از این کپ کپ شده بود زیر از این کپ کپ شده بود من این را پس آتش دادم این را میچنم چکشکاری میکنم باز چکشکاری که هست هم صاف میکنش هم دوامش از یافت میکنه. یک مثال بگویم برات مثلا حیات کالا را جور میکنن
اما چملک اگه بیاره پیش مشتری خود والا میگه یه خودش میزنه مجبور است کروتی کنه او را صفا جور کنه از ما هم عین شکل باز ما ایده که مثلا زیر دیگه میزنیم باز ایده چندنکاری میکنیم صاف میکنیم صفا روشنش میکنیم قلایش میکنیم که با مو خریدارم دوباره پس ایره لشم میکنیم نه داغ چکش میمانه داغ چکش نمیره داغ چکش هیچ کدام نقص نداره این دیگه دیگای پلاو است ده ای تقریبا 7 سیر 8 سیر برنج پخته میکنه آل این دیگا برنج پخته نمیکنن این دیگه که میبره امی هم ظروف کرایستک برای چیز میکنه برای سمنک برای سمنک تقریبا اینمی 7 سیر سمنک ده ای جای میشه 7 سیر آت مندازن دیره باز ما شما یک انانا داریم در وقت مای عمل که میشه کل مردم کابل مردم اطراف اگه هست مقصد کابلی هم ما شما کلش سمنک مندازن بسیار یک میلی امطور میلا میگیرن چند نفر میایند بله 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 باز سمنک دو سمنک جور میکنن تو نمیشه مثل که شما کردین پس از این که متوان دار شو امشری ما از این که بیادر اینه جور کنن برای ما کپ کردین پس ما اینه جور میکنن خراب کاری کردن مهارت کار داره و دوستان من کمات براتون نشان دادم گفتم چیزهای مختلف است که از مس آماده شده اینه جک است اونگ است که زیاد در خانه ببینمش گرنگ است همه تو بیگه با یک که ساخته شده از مس هم دوام دارد بسیار خوبش هم است و نه دیک ایره باز یکان شیر جوش میتن مثلا یخنی یکان چیز پختن بکنیم مثلا برای شیر روغن چاینکی در بعض جایی ها که دیدیم همه چیز میخشن چاینکان دهی پختن کنیم چاینکی هم میشه گاهی وقت دهی پختن میشه دهی و اینی کاس اگر کارم میخوان دهی چاینک هست مچون یا کاس هست اگر اگر اشتباه نکرده باشم که میکنم یک خندانی شد و در سابقه زیاد رواج بود و حالا هم است که به یک میمان اگر زیادتر شرستش میگیرن باز در اینمی برشان بوره میندازن و یکان چیزایی که شیریبابی که به شکل پودر میبوشن باز در این میمان نگه باز در پیشوری میمان میارن که بسیار یک دیزاین مقبول هم برش داده شدن و این هم جک است زیاد چیز هست دیگه گفتن نمیتونم این دکان دیگه که خیلی زحمت کار دارد یک روز دو روز دیگه اینا آماده نمیتونن خب خیلی زحمت کار دارد دیگه عرق ریزی کار دارن اما یک جا گوشش که من زدم واقعا زیاد گران بود آفرین از اینا دیگه اینا عادت کردن اینا این هم جد که ما زیاد در خانه هم اینا استفاده میکنیم اما از این کمتر استفاده میکنم اگر باشم شاید در طرف اطراف باشه و یا هم اما تو به شکل دیزاین در الماری مانده باشن و این هم دیگه گلاسش هست و این هم خود جک هست نام خدا دیگه یک کمک وزمین هم هست و اونو گلاس ها به من نشان بده اونو پالوش هست پالوش آخو اینه میام سه اسمون دیگه ما قدر چیزای وطن خدا نمیدانیم اگر اینا در خارج آماده شود ساخته شود خیلی برش قدر میتن عزت میتن زیادتر استفاده میکنن به خاطر که میگن ساخت وطن افتخار وطن هیچ وقت کوشش نمیکنن که از دیگه کشورها استفاده کنن خب همتون عزیز تشکر میکنم از اینا که به ما وقت خدا دادن درباره کوچه بارانه کمک معلومات بدید بفرمایید چه قدامه داره چرا این طرف کوچه بارانه ماندن من دیگه زیاد باران میشد این طرف یکی زیاد باران میشد خوبی سال وقت هست دقیقا چند ست سال از اینجا یک کوچه بارانه هست بود پیشتر میری کوچه شم ریزا میگنش دیگه کوچه قدیمی هم هست کوچه قدیمی زیاد هست خوبی چند ست سال هست اگر ما فنیم از مازی منطقه هستیم خود ما چند سال هست دیگه از من رو از خورد بوده نیجا کلان شده من تقریبا 56 سال خدا میدونه دیگه کوچه چندین صد سال دیگه اومد کلش گل بود کل خوره قلوخی بود زلزله میشه چپا نمیشه تا زلزله چپا نکن کنکریت کلش چپا میشه دیگه مو گل کارای سابقا
هم بودم دستشان برکتی بودم یال زیادتر خانه را میبینیم اما تو که مانده و مانده دیگه سابقا گلکارا که بودن در وقتش مزدورکار بود گلکار بود هر خشت که میگد بگم الله الله این خانه ها مکمه شده در خشت الله گفته شده مانده شده در خشتی حلا گفته مانده شده حالا گلکار بگه هر دا بگه که الله چیست که خشت بالا کنی مقصد اما تو جور میکنم هم جور میکنم هر خشتی حلا گفته شده مانده مانده باید شده خیلی قیم مرده ما بودن اقوام مختلف هم در اینجا زندگی میکنن یا نمیکنن؟ بله، اینجا مردم های هر روز زندگی میکردن حالا میکنن زندگی؟ فعلا نه، حالا نه حالا بعد در کوچه فیر بازار میباشن، مکان کوچه پیشتر است اینجا سابقه مردم بود، مکان غزار نبود، هر روز بود در امسال تا میرسن، در امسال دارن اینجا، در امسال دارن، خانه دارن خود این جنگ ها که اومدن کورشن، چپه شد، جنگ شد، کورشن بودی عزیب بکنید که همون صمیمیت سابقه مانده نمانده مردم همون تو صمیمیتشان مثل سابقه است یعنی در سابق میگه بدون یک دیگه تو نفس نمیکشیدن بدون یک دیگه نان نمیخوردن حالا چطور همون ترست یعنی؟ همون ترست فیلن که از کار مردم بخیم جان خود است هر کم شکت نان گم است اون سابقه های سابق مردم کابل رو بده سابق مردم کابل رو نمانده یا گاز مهاجر شدن گاز یک طرف رفتن سابق مردم کابل نمانده فعلا اینجا بسیار کم هستن در این منطقه شاید یک 20 خانه یا 30 خانه که مردم کابل اصلی مانده باشه که خانه خوش شدن است سلامت باشه سلامت به شما روز خوش اینا دیگه از برون دیگه میره جور کردن اما جایاش که کوب بود دوباره جور کردن حال دیگه نوبت داخلش هستن من نمیخوام زیادتر مزاحمشون شوم سفید هم دیگه باز اینا میجا میشه سلامت باشین دیگه وقتتون رو به ما دادین خیلی به زحمت شدین در کارتون برکت دیگه با شما هم برکت پیامتون اگر کدام پیام به هموطنان عزیز ما داشته باشین که در خارج از افغانستان زندگی میکنن چیز یا در داخل هم هستن والا دیگه پیام ما به میز که خدای پاک اگر آرامی رو بیاره که کل مردم بیاید افغانستان در ملک خود زندگی کنیم بسیار برادرانه این است که پشتون است، یه هزار است، یه اوهان است، یه تاجیک است کل ما یک جای بشینیم وطن خدا را مثل دک زیبا جور کنیم اینمی ارمان ما هست دکه بس دکه کلیم ارمان هست هموطنان عزیز این بود معرفی صنعت مزگری که خیلی فراموش شده بود و زیاد اصلا فکر نخواد کردن که در افغانستان هم صنعت مزگری است که ازش استفاده مختلف میشه گرچه کم است که ما بیاییم که استفاده کنیم از مسئولیت خود وطن ما تا تجارت و همی صنعت خود ما رونق پیدا کنه تا برنامه دیگر الله یار نگهدار همتان تا دیدار بعد بیدیم